از تهران به گوش میرسد که صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضاییه رژیم، طی نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر خودخوانده جمهوری اسلامی، خواهان موافقت وی با استعفای خود شده است. او در نامه خود به علی خامنه‌ای نوشته که دیگر علاقه‌ای به فعالیت در سمت‌های سیاسی ندارد و می‌خواهد به حوزه علمیه قم بازگردد. گویا وی در نامه خود اشاره اعتراضی به ممنوع الخروج شدن خیش نیز کرده است. به گزارش پیک ایران، این تنها استعفای اخیر در سطح مقامات ارشد رژیم نبوده و موجی از استعفا بر کناری استیضاح و انواع درگیری‌های سیاسی در بدنه قدرت شکل گرفته است. حتی شنیده می‌شود که صندلی لرزان ریاست مجلس رژیم نیز چندان به قالیباف وفا نخواهد کرد. از روز گذشته شایعاتی که درباره استیضاح احتمالی قالیباف رئیس مجلس و شهردار اسبق تهران در محافل سیاسی وجود داشت به مطبوعات هم کشیده شده است. بهانه این استیضاح مهرچینی‌های قالیباف و زد و بندهای پشت پرده برای تقسیم کمیسیون‌های مجلس میان دسته‌بندی‌های مجلس است. دسته‌بندی‌هایی که موجب شد تا مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شود. آقا تهرانی قائم مقام مصباح یزدی و دبیر کل جبهه پایداری وابسته به مصباح یزدی و باند احمدی نژاد است. اما دلیل این آشوب در بدنه قدرت رژیم چیست؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن است که همه چیز در این آب و خاک بر هم ریخته است؟ از اوضاع اقتصادی و قیمت دلار گرفته تا اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اکنون حتی روابط قدرت. برای بررسی بیشتر این سوال شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می‌کنیم. حتی اگر بهانه ظاهری استیضاح قالیباف این زد و بندها و تقسیم کمیسیون‌های مجلس هم باشد، دلیل اصلی پرونده‌های مالی او است. به ویژه که قائم مقام وی در شهرداری تهران عیسی شریفی همچنان در بازداشت و تحت بازجویی زیر نظر شخص سرلشکر باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح است. ظاهراً شریفی از سرداران سپاه است و به همین دلیل رسیدگی به پرونده او که گویا اتهام جاسوسی هم در آن مطرح است را به دستور شخص خامنه ای به ستاد نیروهای مسلح واگذار کردند. مسئله پرونده اقتصادی قالیباف که بعد از طرح آن در مناظره‌های انتخاباتی سال 96 به ویژه از سوی جهانگیری معاون اول روحانی تقریباً به حاشیه رفته بود، با راه یافتن او به مجلس با زیر 10% رأی 18% تهرانی ها که در انتخابات شرکت کرده بودند بار دیگر و با وسعتی بیشتر در میان مردم نقل می شود. محاکمه اکبر طبری و مسائلی که تا اینجا مطرح شده نیز این بحث را دامن زده که اگر قائم مقام آملی لاریجانی را می توان محاکمه کرد، چرا قالیباف را نمی شود محاکمه کرد؟ از سوی دیگر قالیباف هم هر روز یک موضع گیری تند و تیز در چهارچوب دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی راست‌ترین جناح‌های حکومتی مطرح می کند تا موقعیت خود را در آن جبهه حفظ کند. از جمله سخنانش درباره فضای مجازی و اینترنت که داغ دل این جناح‌ها است و فکر می کنند که اگر آنها را ببندند از شر افشاگری ها خلاص می شوند و مردم در بیخبری می مانند. در همین ارتباط عبدالله مؤمنی از رهبران زندان کشیده دانشجویان تحکیم وحدت روز گذشته در یک توییت کوتاه نوشت که قالیباف فضای مجازی را لجام گسیخته می خواند. اما باید گفت که جناب قالیباف، لجام گسیختگی در کشور سیستماتیک است و اگر نبود شما با تمام مشکلاتی که دارید در رأس مجلس قرار نمی گرفتید. از طرفی در سطح جامعه نیز با وخیم شدن وضعیت معیشت خانوارها به سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر نیز با رشد درخور توجهی روبرو شدند. مسکن یکی از مواردی است که همتای گرانی ها افزایش داشته
و جامعه با افزایش 100% اجاره نشینی روبرو شده است. علاوه بر اینکه بسیاری از مردم به دلیل افزایش نرخ اجاره مجبور به حاشیه نشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شدند. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن خبر از گسترش سکونت در حاشیه آرامستانها، پشت بام خوابی و مغازه خوابی به ویژه در بین کارگران می دهند. اجاره هر شب خوابیدن در پشت بام ها زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال از 25 هزار تومان به 50 هزار تومان به ازای هر شب افزایش یافته. وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریور سال 1396 تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را 20 میلیون نفر اعلام کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح جامعه مسکن در سال 93 باز می‌گردد و برخی برای اکنون عدد 40 میلیون نفر را اعلام می‌کنند. چندی پیش نیز محمد رضا محبوب‌فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران گفته بود که میزان حاشیه نشینی در کشور به 38 میلیون نفر رسیده که از این تعداد 7.6 میلیون نفر در نزدیکی آرامستان‌ها زندگی می‌کنند. در این شرایط و در کنار همه بحران‌های اجتماعی، تمامی اخبار مبنی بر این است که با کاهش منابع مالی و تزلزل سیاسی و هراسی که میان سردمداران از خیزش مردمی به وجود آمده، در میانه بدنه قدرت نیز اختلاف‌ها و چند دستگی‌ها کم سابقه است. محسن امینی، دیپلمات سابق رژیم، وضعیت کنونی را به باندهای مافیایی تشبیه کرده که به جان هم افتادند، اما هنوز در برابر بقیه وانمود می کنند که با هم متحد هستند. همه اینها در حالی است که حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، گفته که شانس بیاوریم تا مهر دوام بیاوریم، شاید بعد از آن راحت تر شود. او هشدار داده که اگر پرونده اتمی ایران در شورای حکام حل و فصل نشود و کار به شورای امنیت بکشد، سرنوشت آن از دست جمهوری اسلامی خارج شده و به دست دولت‌های بزرگ خواهد افتاد. به دلیل تمامی این فضاحت‌ها و گندابی که رژیم جمهوری اسلامی در آن دست و پا می‌زند، محسن امینی گفته که حلقه‌ای در بیت خامنه‌ای تشکیل شده و خواهان اقدام سریع و سانسور اختلافات داخلی رژیم شده است. و گویا پاسخ نامه آملی لاریجانی نیز با همین مضمون داده شده است. در همین راستا رئیسی یک مصاحبه تلویزیونی ترتیب می‌دهد و در پاسخ به سؤال مجری در مورد 63 حساب معروف قضایی که مورد مطالبه مردم است، گفته که عده‌ای این حساب‌ها را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند. ما گزارش دادیم، از این گزارش هم ضرر نکردیم، چون معلوم شد که این پول‌ها از کجا آمده، چقدر هست و کجاها مصرف شده است. او در این مصاحبه به دستور خامنه ای یک سر مشغول مالکشی حساب های بانکی مخفیانه لاریجانی بود. به این ترتیب در این نمایش و به درخواست بیت خامنه ای، نه تنها حتی متعرض آملی لاریجانی هم نشد، بلکه به طور کامل فضاحت 63 حساب مخفی و اینکه سودهای آن کجا رفته را هم مالکشی کرد. از حرف های رئیسی به وضوح پیدا بود که او می‌خواست همین نمایش مبارزه با فساد را که داشت کارش به جاهای باریک می‌کشید جمع و جور کند و گندابی را که این چند روز فوران می‌کرد و در یکی از این فوران‌ها با مسئله قاضی منصوری بیرون ریخت مهار کند. این تجربه مکرری است که رژیم هرگاه نمایش مبارزه با فساد را شروع می‌کند، از آنجا که این قضیه به سرعت به رأس نظام و شخص خامنه‌ای راه می‌یابد، ناچار به سرعت آن را جمع و جور می کند. خیزی که رژیم ابتدا برداشته بود حکایت از این می کرد که خامنه ای می خواهد آملی لاریجانی را خرج سفید سازی نظام و چهره سازی از رئیسی کند، اما حرف های رئیسی روشن کرد که خامنه ای ناتوان تر از آن است که بخواهد سراغ آملی لاریجانی برود. یک بار که در اواخر دوره لاریجانی، وقتی شیخ محمد یزدی به اشاره خامنه ای پاچه لاریجانی را گرفت و فساد در قوه قضاییه را به رخش کشید، لاریجانی تهدید کرد که سینه من مخزن اسرار نظام است. و همین یک عبارت بود که باعث شد که یزدی کوتاه بیاید و داستان جمع شود. یکی دیگر از دلایل جمع کردن بساط نمایش مبارزه با فساد توسط رئیسی آن است که دو قدم که در این مسیر پیش رفتند،
فضاحتی به بزرگی آخوند منصوری بیرون زد. آری، رژیم آنقدر ضعیف و بحران زده شده است که همین نمایش ها و مانور ها هم می تواند به انفجار و خارج شدن مهار از دستش بیانجامد. به این ترتیب، فعلا رئیسی بساطی را که به دستور بیت خامنه ای تحت عنوان مبارزه با فساد با دود و دم بسیار راه انداخته بود، به دستور خود او جمع و جور کرد، چرا که این نمایش تا همینجا چنان گندابی به راه انداخته که عواقب آن روی سر خود رژیم خراب شده و رهبر خودخوانده رژیم به ناچار پرده این نمایش را فعلا انداخته است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.